خدمت شما کلیپ رو پخش بکنم اینجا. خیلی جالبه، سوره حمد رو که همه میخونید و شاید اکثر مسلمانان چه شیعه چه سنی حداقل با ترجمه و تفسیر، حالا تفسیر با ترجمه سوره حمد آشنا هستن. ببینید که آخون اهدنا الصراط المستقیم رو چطور میاد ترجمه میکنه. آیا نماز گذار به خدا داره میگه ای خدا این جاده اوم خیلی لغزنده است، خدایا دستمو بگیر پام سر نخوره، یا رسول الله دستمو بگیر پام سر نخوره، ای امیر مؤمنان دستمو بگیر پام سر نخوره. این معنی اهدنا الصراط المستقیمه. معنی اهدنا الصراط المستقیم در خود همین سوره حمد، الله سبحانه و تعالی، دوستان توجه بکنن به این سوره، همینجا وقتی که میگه اهدنا الصراط المستقیم تعریف میکنه که صراط المستقیم چی است. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، راه کسانی که با آنها، راه کسانی که بر آنها چی کردی؟ نعمت دادی، نه راه خشم گرفتگان و نه راه گمراهان، که منظور یهود و نصارا است. در سوره نساء آیه 69 در اینجا الله سبحانه و تعالی تفسیر میکنه. ما گفتیم قرآن رو قرآن تفسیر میکنه، قرآن رو رسول الله صلی الله علیه و سلم تفسیر میکنن. خیلی از آیات قرآنی در داخل خود قرآن در سورهای دیگه تفسیر شده. در اینجا در آیه 69 سوره نساء الله سبحانه و تعالی میگه که و من یطیع الله، کسی که از الله اطاعت میکنه، و الرسول، از رسول اطاعت بکنه، نگفته از علی، نگفته از امام، نگفته از فلان و علان، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، این انسان بمرای کی است؟ بمرای کسانی است که الله سبحانه و تعالی به اونها چیکار کرده؟ انعام کرده. من النبیین، از پیامبران، و صدیقین، صدیقان کسانی که پیامبران را تصدیق کردند، و شهدا که معروف است، و صالحین، انسان‌های صالح و نیک، و حسن اولئک رفیقا، و اینان چه نیکو رفیقانی هستند. اینجا گفته که کسی که الله و رسولش را اطاعت بکنه، این شخص با کسانی است که انعم الله علیهم. در سوره فاتحه میگیم در اهدنا الصراط المستقیم، در ادامه شرح میده که این صراط المستقیم کدوم راه است. صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که بر آنها انعام کردی. و در اینجا میگه که کسی که از الله و رسولش اطاعت بکنه، این برای بمرای کسانی است که خداوند به اونها انعام کرده. اونا کیا هستن؟ النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. دیدید که این آخوند چطور میاد این آیات رو ترجمه میکنه.